ما استقلالی ها خب قهرمان آسیا دو دفعه دو تا ستاره رو قلبمونه، تاج سر آسیا هم هستیم، تاج سر ایران هم هستیم، پر افتخارترین تیم ایرانیم، جزو پر افتخارترین تیم های آسیاییم. فینال آسیایی که ما قهرمان شدیم لنگی ها تا حالا اصلا رنگش رو ندیدن. من با هر کی از این پرسپولیسی ها که حالا من الان دارم میگم پرسپولیسی ولی به همشون میگم لنگی، با اینه که صحبت میکنم میگم شما بریم فینال آسیا اصلا بازی نکنید، ترک زمین کنید خوبه؟ شما دوم بشین من حالش رو ببرید خوبه دیگه. بابا سپاهان هم رفته فینال آسیا، یه واقعا خجالت داره، سپاهان هم رفته. حالا بماند، ما به اضافه این که اسطوره های تیم ما ناصر خان و منصور خان و میدونی این کلاس تیم ما کلا فرق میکنه، تماشا چیامون کلاسشون فرق میکنه، اینا واقعا گفتن خیلی نداره. اون بر شما مایلی کهن و علی پروین و دیگه فکر کنم این دوتا اسم کافی باشه. ولی ما همیشه دم از غیرت میزنیم، میخواد اینکه با غیرت ترین بازیکنان هم داشتیم، یعنی بازیکنان تو که استقلال بودن، کاپیتانایی که تو استقلال بودن همیشه زبان زد خاصمون بودن. ما همه علی منصورمون که اسطوره یه به قول معروف واسه خودشه، ما همه خیلی دوستش داریم، شماره 10 واقعا محبوبی برای استقلالمون بوده. کسی که به باشگاه نزدیکترن میدونن که وقتی سالهای سال بوده که باشگاه پولم نداشته، حالا این دو سه سال یکم وضعیت مالی بهتره تو تیم، سالام که باشگاه پول نداشته همیشه آخرین نفر پولشو گرفته از باشگاه، موقعی که چکا پاس نمیشد همیشه علی منصور وای میستاده، بچهای دیگه اونا که جوان‌تران تازه ازدواج کرده بودن، یعنی تازه بچه دار شده بودن، اونا چکاشون پاس بشه پولاشونو در بیارن، علی منصور همیشه، همه نزدیکا میدونن، هیچ وقت همینم نمیاد تو روزنامه‌ها بگه، هیچ چیزی نیستش، بچه‌ای که میدونن میدونن. از اون طرف پرسپولیس آقای کریم باقری خیلی بازیکن خوبیه، افتخار ملی هم واقعا، اینا خدافظی هم از فوتبال کرده، براش آرزوی موفقیت میکنیم. ولی پرسپولیس یا لنگی های دوچ همه میدونن، همه میدونن چکه کریم باقری پاس نشده باشه کریم باقری مصدوم میشه، این حقیقت محض کریم باقری بوده. هر کیم غیر این بگه یا نمیدونه یا داره دروغ میگه، غیر از این نبوده. ما از اون طرف کاپیتان های ما مشخصن، علی منصور، فرهاد مجیدی که الان، محمود فکری، جواد زرینچه، اینا اصلا ناصر حجازی، اینا واقعا گفتن نداره دیگه. این ولی میدونید کسی که استقلالیان همیشه مشخصن چیان، مشخصن کیان، خانوادهشون، تحصیلاتشون، این عشق به این پیرهنی که میپوشن، این عشق آبی از بین نمیره هیچ وقت. همه بازیکنایی هم که استقلالی دو آتیشن خیلی هاشون هم معروف نیستن، یعنی به غیر از این که کسی که خیلی اهل فوتبال باشن و واقعا دنبال بکنن بازی استقلالو، طرفدار معمولی اصلا شاید خیلی بازیکنی بوده که مثلا کمتر بازی کرده و رفته. من یه نمونه الان میذارم، دو تا بازیکن، یه بازیکن استقلالی، یه بازیکن پرسپولیسی، جفت بازیکن‌ها چندین و چند سال برای تیمشون بازی کردن، برای تیمشون با تیمشون افتخار آوردن، با تیم استقلال پرسپولیس و بعد به تیم خودشون برای از استقلال پرسپولیس رفتن، به استقلال پرسپولیس گل زدن بود. ببین حرکت‌ها چه جوریه، همین آبیت همیشه. ولی تو یه جوری مغمومی، دلیلش چیه؟ شما میتونید دل بکنی از این هوادارا؟ من قرار دل بکنی علی مجبوره. چرا مجبوری؟ کپور دومین ضربه کرنر برای پیکان، توپ به تیر اول میاد، فرصت برای تیم پیکان، توی دروازه، گل برای تیم پیکان. اون اتفاقی که چند لحظه پیش باید میافتاد الان افتاد و چه بازیکنی گل میزنه، لطفی 5 سال در تیم استقلال بود، بهش میدون داده نمیشد، حالا رفت در پیکان و چه بازی گل زد، باورش نمیشه. سعید لطفی حالا باید یه نفر بیاد رو از زمین بلند بکنه، خودش هم بهت زده شده از اینکه تونسته دروازه استقلال رو باز بکنه. خیلی خوب کار کردن روی ضربه کرنر، زمینی زدند توپ از چند بازیکن از جمله میثم امیری رد شد و این تکل بلند و ضربه نهایی از سعید لطفی. استقلال گل میخوره ولی بعدی در ادامه مسابقه شرایط چگونه پیش میره. چون شیری بعد بازی میکرد تو این بازی، یه فرصت توی دروازه پژمان نوری چه گلی میزنه و او برخلاف اولادی و مازیار زاره چه خوشحالی میکنه تو ورزشگاه آزادی. خوشحالی ملوانی ها، پرسپولیس قبل از شهرآورد میبازه بازی رو، انقدر نزدن تا خوردن.
این قانون نانوشته فوتباله. واقعا میشه گفت علی دایی چوبه بازی احتیاط آمیز تیمش رو میخوره و تیمش هم همینطور خیلی محتاط بازی کردن که خودشونو به شهرآورد برسونن، ولی به خاطر حفظ اون بازی این بازی رو کاملا از دست دادن. هیچ امتیاز، صفر امتیاز برای پرسپولیس از این بازی خانگی. حالا حمله، حمله که فقط میتونه اونها رو امیدوار به مساوی بکنه. زاره صحنه گل رو یک بار دیگه نگاه کنیم، خیلی قشنگ زد، پژمان رو اینجا صاحب توپ شد، یه چرخش عالی و ضربه‌ای که توی دروازه جا میگیره. دیگه به فرزاد مجیدی میرسه، سانتور روی دروازه، اکسترویستر و گل! گل سوم رو تیم استقلال توسط پیروز قربانی میزنه. من تاجی هم مثل تونم استقلال، جلو تاج وایسادی واسه باخت اجباره، مهد ستاره و مهره و تاق استاره، پس شاخ نشو جلوش واسه باخت اجباره. من آبی هم تاجی هم واسه مون و عشقه، نتونستی ببینی که یه تیف بکن تو چشمه، به عشق شوشه رو قلب من حسه، چه در اومده هرست دوباره بازی داره تیمم و من آواره اینم که آبی باشه پیرن و من تخت گذیرم، تا پرچم تو دستم و مردم ببینن که تعصب خاص دارم بسته به تیمم، هرکی آبی باشه تنش واسه شسته کن میدم، تا مخالف رو ببینن هم قصه بمیرم، با این لشگر آبی همه سرنگون میشم، پس گوری نخو سعی نکو شاخ بشی پیشم. ما ستاره داریم، دوتا قهرمانیم، توی آسیا دوبار تو در چه حالی، ما افتخاریم واسه ایرانی ها، پر افتخاری تیم توی آسیا، با این که نباید کل کنی به ما باختی دا هی کاری بخون گریه کنه ایلافیا، ما پایینم باشیم تو سابقه سریم، تو پیشینه تو نگو با ما فاصله داریم، ما فایستادیم کلی تو زود بشی زمین کپ و مدال میگیریم، تا کور بشی سری تو آخه یه سری به آرشیف بزن، تا در حد بیدی به تاکتیک بدن، اگه شاخی باشی که شاکی باشی، میگم ساده با این قدرت بیان، اگه برزیلی تیم من منتخب جهان، کاریکاتور تو ببین توی استقلال جوان، افتا قهرمانی برو برکش مال ماه حتما تو لیگ برتر، تو هم باخت دادی از قبل میشی بدتر، میگی یه قطب لیگی آره هر با امت، تو طرف داری و دیدم در حدی که قهرمانی توهمیه توی کلت، توی باشگاهتون جای سراختونه کندن، دیگه آبکش شدی پس نکن کرد کرد. من تاجی هم مثل تیمم استقلاله، جلو تاج بایستادی واسه باخت اجباره، مهد ستاره و مهره و تاق استاره، پس شاخ نشو جلوش واسه باخت اجباره. من آبی هم تاجی هم آسمون و عشقه، نتونستی ببینی که یه تیف بکن تو چشمه، به عشق شوشه رو قلب من حسست، چه در اومده هرست وای. ما صاحب جام و تاج و تختیم، شما سالی سه جام و ساده بختی، از دست میدیم داریم سه جام رسمی، لیگ برتر و آسیا و جام حتفی، ما کل کل داریم و تیمای تهران، بچه شهرستانی باشه وسط اختار، عشقاتو پاک کن و بشین فقط بشمار، تدا گلی که میخوری نیفس اما امسال، حرفا مدعا نیست یه واقعیت، این اس اسی که میگم با غیرته، که با همت همه برو بچه تیم اردو زدیم صد جدول لی، اینا رو گفتم بدونی آبیته، واسه همیشه این ترک کافیته، اگه دوست داری امزامو داشته باشی پس اتا به من یه خودکار آبی بده، آبیه حالا قهرمان میشه، خدا میدونه ترک رو تقدیم میکنم به تمام طرفدارای باشگاه استقلال، ولی این حرفا رو خب من واسه همه زدم، دوست دارم همه گوش کنن، البته خب یه سری ها حقیقت تلخه واسه شون، حسشون در میاد، ممکنه بغضشون بگیره، کاری نداره، اونا میتونن سیخی که کردن تو چشمشون در بیارن بکنن تو چشمشون، کاملا راحت بشن، گریهشون هم نگیره، اشکاشون هم پاک کنن. من تاجی هم آبی هم آسمون و عشقه، چون آسمون آبیه سرم بالاست، تاج رو سرمه، دوتا ستاره رو قلبم.